دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری ام‌ام‌ای، درود بر شما. از ارومیه محل برگزاری 43 دوره مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی در خدمت شما عزیزان هستم. دیدار فینال 61 کیلوگرم محمد رمضان پور با دوانده آبی در مقابل رضا عطری با دوانده قرمز در برابر مازنی ما. هر دو کشتی گاردشون کاملا پایین هستش، کاملا کشتی هم دیگر رو میشناسن، سرگردن هم دیگه کار میکنن، کشتی زیبایی گرفتن و خودشون رو به فینال رسوندن. رضا عطری کاملا آماده نشون داره تو این دور از رقابت. تو ببینید چه میکنه در مقابل رمضان پور کار سختی در مقابل نایب قهرمان جهان خواهد داشت. خب یه تذکر داور میده به رمضان پور که این اجرای فن ضربه نزنه سرگردن عطری، کاملا یک بار دیگه برخوردی پیش میاد، میخواد امتیاز بده، البته عمدی در کار نبود. برحال گارد هر دو کشتیگیر پایین بود، رمضان پور هم کشتیگیر با اخلاقیه و مطمئنن نمیخواد که خشن کشتیگیره. امیدواریم که مشکلی برای رضا عطری پیش نیومده باشه و به کشتی ادامه بده. بله میریم ادامه کشتی. خب یک اختار پا هم میدن، حالا یک اختار برای رمضان پور ثبت میشه، ببینید تابلو و یک امتیاز برای عطری. نچه کشتی یک بحثه، ببینید چقدر گارد هر دو کشتیگیر پایینه. کلا اگر بتونم فکر میکنم سینه خیز با هم کشتی میگیرن. تو سرشاخ همچنان رسای امده کار میکنن. عطری سال گذشته در بلگراد سربستان نایب قهرمان جهان شد، در فینال غافلگیر شد و 10-0 به ریهگوچه ژاپنی کشتی رو واگذار کرد. احتمال زیاد امسال هم عطری دوانده تیم ملی رو بتن خواهد کرد. ببینیم چه میکنه، میتونه انتقامش رو امسال از کشتیگیر ژاپنی بگیره. خب یک بار هم تذکر میدن حالا به رمضان پور که کم کنه. دسته عطری بهتر کار کرده تا به اینجای کار، کاملا گاردش پایینه. حالا رمضان پور روی زمین میچینه، کلا همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن، هیچ کنه دو کشتگی نمیخوان انگه تلاشون به نقره تبدیل بشه. خب یک بایدی اختار کمکاری برای دوبنده آبی محمد رمضان پور دلوار کشفرما. حالا چاد کرا فعال میشه روی رمضان پور، اگر نتونه تو 30 ثانیه امتیازی بگیر از عطری، یک امتیاز دیگه برای عطری ثبت خواهد شد. همچنان دو کشتی با احتیاط روی دسته هم دیگه کار میکنن، کشتی سبکی بزده و منتظریم که فنی رد و بدل بشه. رضا عطری داره برای مازنی ما قهرمان جهان در سال 2022 تله قهرمانی آسیا رو داره، در سال 2019 در شیان چین برنز قهرمانی آسیا در سال 2017 در دهلی نو گرفت. تو مسابقات بین‌المللی الکساندر متویت هم تو بلاروس طلا گرفت، تو تورنمنت پاریس 2016 طلا گرفت، برنز المپیک ارتشای جهان رو داره، میتونی از مدال‌های مختلف و رنگارنگ تو کارنامه خودش داره. رضا عطری در مقابل محمد رمضان پور جویای نام که تا به اینجای کار واقعا کشته زیبایی گرفت و خودش رو به فینال رسوند. تا به اینجای کار 2-0 عطری جلو افتاده، ولی خب فن خاصی رد دادن نشده. 20 ثانیه تا پایان سری قبل کشتی زمان داریم، همچنان رو سرگردن هم دیگه دو کشتیگیر کار میکنن و منتظر اشتباه از طرفین هستن. ببینید چه میکنن ادامه کن. دسته رضایتی همچنان کار میکنه سرگرده رمضان پور تا گیز و سردرگمش کنه و بره برای جای فن. خب دو کشتیگی ترجیح میدن که سریقهشون تمام بشه و قبل از اینکه سوت داور رو بشنون نزد مربیای خودشون برن. ببینید چه تاکتیکی در نظر میگیرن من سریقه دوم. عزیزان که به تازگی به جمع ما پیوستید لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنش رو فعال کنید. به محض اینکه کشتی های بعدی عزیزانمون برای کانال بارگذاری میشه، یوتیوب به شما پیام میده و دیدن کشتی زیبای عزیزانمون لذت خواهید برد. برید اینستاگرام حسین نظری ام‌ام‌ای، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کشتی عزیزانمون رو پیگیری کنید. خب منتظریم تا 3 ثانیه وقت ساعت به پایان برسه. توصیه مربیان و ببینید کدوم یکی از دو کشتیگیر میتونه توصیه های مربیش رو میتوشک بهتر اجرا کنه. همونطور که میدونید تو سریقه دوم معمولا هر کشتیگیری که بهتر توصیه های مربیش رو به روی توشک اجرا کنه برنده بدا خواهد شد، چون سریقه اول کشتیگیر نشون میده که
چه تایتی که در نظر گرفته در مقابل هر کشتیگیری. هر کشتیگیری اصولا در مقابل یک کشتیگیری دیگه یه تاکتیک خاصی داره، مخصوصا مثل اتری که نایب قهرمان جهان هست. ببینیم رمضان پور چه میکنه، دو امتیاز عقب افتاده، همچنان رمضان اتری دستش بهتر داره کار میکنه. یه پید سرشاق رسه هم کار میکنن. خب یه پید درخواستی که همکاری میشه برای دوبنده آبی محمد رمضان پور و چارکلیک یک پیدی فعال میشه روی رمضان پور. درست هم هست، دسته زرچی بهتر کار میکنم. منتظریم تا بله ساعت فعال بشه. 30 ثانیه زمان داره رمضان پور. اگر نه تا امتیازی بگیره یک بار دیگه یک امتیاز برای اتری ثبت خواهد شد. اتری داره یک یک امتیاز رو به قلت خودش میندازه. یه زیرگیر از رمضان پور چشم بسته، حالا اتری تحت تعقیب گذاشته، اتوشه خارجش میکنه، اتوشه خارج شده و هنوز نه داور اعتقادی نداره رضا اتری که اتوشه خارج نه باید رمضان پور اتوشه خارج شد. حالا درخواست چالش میکنه. یه جورایی داور سود نزده بود، وقتی دور زدن پای رضا عطری انگار توشه خارج شد. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش و چه تصمیمی در نظر میگیرن. کاملا جلوی چشمای مربی محمد رمضان‌پور بود، به خاطر همین بلافاصله درخواست چالش کرد. بچه کشتی 3-0. اگر چالش رو واگذار کنن، اگه امتیاز بگیره رمضان‌پور، شادکلک هم منتفی خواهد شد. ببینید نظر هیئت جوری چی هستش. رضا عطری تونست دور اول عبدالله ارکان اراقی رو 8-1 شکست بده. همچنان منتظریم تا ببینیم صحنه آسل نشون میدن یا نه. منتظریم تا نظر هیئت جوری رو بشنویم. خب چالش رو واگذار کردم و یک امتیاز دیگه برای رضا عطری ثبت شد. شادکلاک هم فکر کنم به پایان رسید. شادکلاک هنوز امتیازش رو نداره. خب بریم ادامه کشتی. دست حمله کار میکنه دو کشتی. حالا رمضان پور شد کشتی بالا بود تو برگشت عطری که تجربه بالای خودش استفاده میکنه به این دو شکل خاک میکنه. یک امتیاز هم بخاطر فرزفند میخوام به عطری بدم. ببینیم مورد تایید قرار میگیره یا نه. خب اگر یک امتیاز رو بدم باید الان 7 شده باشه، چون یک امتیاز شادکلاک رو هم ندادم. بله یک اختار به روی تابلو ثبت میشه برای رمضان پور و یک امتیاز هم باید بدم. حالا 30 ثانیه شادکلاک رو روشن کردن و خاموش کردن. بله این آقایی که مسئول ثبت امتیازات فکر میکنم زیاد غرق کشتی میشه، کلا یادش میره امتیاز رو ثبت کنه. خب بریم به ادامه کشتی. 7-0 میشه. حالا سیدقه دوم یه لحظه بالا به پل میزنه، چارتایی میده یا نه. بله چارتایی میگیره. اگر ثبت بشه کار تمومه. بله بله رئیس تشک اعلام میکنه که کار تمومه، باید بریم تابلو ثبت بشه. 11-0 با اقتدار قهرمان جام تختی میشه رضا عطری. تبریک میگیم به دلاور مازنی ما و خسته نباشید به رمضان پور. هر دو دلاور کشتی زیبایی گرفتن. خب دوستان امیدواریم شما هم دیدنی کشتی لذت برده باشید. تا دور دیگر بدرود دوستان.